مجلس ملا برادر با مقامات قطری و خلیلزاد. طالبان میگن که مذاکرات بین الافغانی با تکمیل پروسه رهایی زندانیان آغاز میشود. بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه سوې نه ده، نو بینالافغاني مذاکرات نه کینو. او بل دلته په خپله ترکیب د آیات کې د ډاکټر صاحب عبدالله مسله هم ده چې هغه باید هلته لاړ سي. امیدواری حکومت بر آغاز مذاکرات بینالافغاني در روزهای نزدیک. شورای عالی مصالحه هم میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت برای گفتگوهای بینالافغاني به زودی به قطر سفر خواهد کرد. په پښتو او په فارسی په دښمن موږ پوه کوو چې زموږ غوښتنه څه دي. ما دښمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم و به همین نسبت است که میگیم صفحه دښمنی با طالبان بسته شد. و ادامه تنش‌ها میان هند و چین. هر دو کشور یکدیگر را به اقدامات تحریک‌آمیز و تیراندازی بر یکدیگر متهم می‌کنند. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. ملا عبدالغنی برادر در رابطه بر رهایی زندانیان متبقی طالبان با مقامات قطری و خلیلزاد گفتگو کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که تا اکنون روند رهایی زندانیان تکمیل نشده است و ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد همین مسئله با مقامات قطری و زلمه خلیلزاد صحبت کرده است. افراد نزدیک به طالبان میگویند که در بخش رهایی زندانیان آنان تعهد شده است و روز گذشته نیز برخی از زندانیان آنان رها شدند. اما گفتگوهای بین‌الافغانی قبل از تکمیل پروسه رهایی زندانیان آغاز نمی شود. وزارت دولت در امور صلح میگوید که آنان امورشان را به هدف مذاکرات مستقیم با طالبان نهایی کردند و بر روند انتقال 6 زندانی طالبان نیز کار می شود. اما اکنون مهم است تا طالبان اطمینان بدهند که سربازان امنیتی حکومت نزد آنان نیستند. افراد آگاه از پروسه صلح میگویند که مذاکرات بین‌الافغانی به زودی آغاز خواهد شد، اما هنوز هم حکومت در برابر این پروسه موانع ایجاد میکند. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به شمول هیئت مذاکراتی این گروه هنگام دیدار با مقامهای قطری و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در رابطه با پروسه رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته است که روند رهایی زندانیان تکمیل نشده و این کار مذاکرات بین الافغانی را به تأخیر انداخته است. ملا برادر و مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس تیم مذاکراتی طالبان، مولوی عبدالکبیر ملا محمد شیرین و ملا خیرالله خیرخوا در دیدار با معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه قطر و نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان بر نهایی شدن هرچه زودتر روند رهایی زندانیان و در رابطه با آغاز مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرده و در اظهاراتشان گفتند که هرگاه پروسه رهایی زندانیان تکمیل شد، تیم مذاکراتی ما برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آماده است. افراد نزدیک به طالبان میگویند که تعهدات در بخش رهایی زندانیان با آنان صورت گرفته است و روز گذشته نیز شماری از زندانیان آنان رها شدند، اما مذاکرات بین الافغانی قبل از تکمیل روند رهایی زندانیان آغاز نمی شود. اما وزارت دولت در امور صلح میگوید که آنان امورشان را به هدف آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان نهایی کردند. بر روند فرستادن 6 زندانی طالبان به قطر نیز کار می شود و اکنون مهم است که طالبان اطمینان بدهند که اسیران سربازان امنیتی نزد آنان نیستند. د طالبانو له دلې سره د سولې مستقیم و مذاکراتو پیل په موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل ټولې چارې او مسؤلیتونه بشپړ کړي او د شپږو زندانیانو د استولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی.
اوس دا جدي ارتيا ده سو د طالبانو دله رسمن افغان ولست داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران لبند څخه آزاد کړي. افراد آگاه از تلاش های جاری پروسه صلح می گویند که بر ترکیب هیئت مذاکراتی دولت افغانستان انتقاد می شود که اعضای آن علاوه بر عدم توانایی استدلال با طالبان صلاحیت تصمیم گیری را نیز ندارند و حکومت این صلاحیت را از آنان سلب نموده است. په ترکیب کې داسې کسان دي چې یو خو د افغانستان د وضع په حصه کې او د سیاسي حل په حصه کې معلومات لري، بل د دولت طرف نه هغوی ته، د اشرف غني طرف نه هغوی ته اختیار نه دی ورکړ شوی چې هغوی د فیصلې حق ولري، او تر څنګ یې هغوی د استدلال لپاره د طالبانو سره دومره قوت نه لري لکه څومره چې د طالبانو سره د یو هیئت لپاره، یو قوي هیئت لپاره پکار دي. د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شوې نه ده، نو بین افغاني مذاکرات نه کینو او بل دته په خپله ترکیب د آیات کې د ډاکټر صاحب عبدالله مسله هم ده چې هغه باید اتلاړ سي، او طالبان له خوا نه ډاکټر عبدالله را سوی، ځکه دوی پخوا ویلي وو چې موږ د افغانستان دولت سره خبرې نه کوو، بلکې افغانان یو پلاوي سره موږ خبرې اترې کوو. در عین حال ناظرین پروسه صلح و برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که امکان آغاز زود هنگام مذاکرات بین الافغانی بیشتر است، اما حکومت افغانستان هنوز هم در برابر این پروسه موانع ایجاد می کند. یو ورځ نه بل ورځ زندول دا معنی لري چې دوی په دې کې په اصطلاح خنډونه اچوي، تیږي کې اچوي په دې خبره کې، او همدا خبره دي چې بیا د ولس اعتماد او اعتبار له منځه ځي. په راتلونکي هفته کې به د سولې خبرو اترو ته د پیل لپاره امیدواري ډیره زیاته شته، حتی امکان لري تر هغه څه چې موږ تصور کوو تر هغې به ښه ترلاسه شي، مګر بیا هم زه فکر کوم خنډونه د نوروست راځي، مخصوصا د نظام په جوړش کې د سیاسي قدرت بحث. از پیشرفت‌های اخیر در بخش رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و آغاز مذاکرات بین الافغانی در حال خبر داده می شود که رئیس شورای عالی مصالحه هنگام سخنرانی به نشست 19مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود در کابل گفت که اکنون زمان دشمنی به پایان رسیده است و مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد. رئیس شورای عالی مصالحه میگوید که گفتگوهای بین افغانی با طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. عبدالله پس از گذاشتن اکلیل گل بر مسند منار یادبود احمد شاه مسعود گفت که هیئت مذاکراتی آنان آماده است و به زودی به هدف گفتگو با طالبان به قطر خواهد رفت. شمار از سخنرانان در مراسم تجلیل از هفته شهید به هدف جلوگیری از خونریزی خواهان صلح پایدار شدند و بر آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین افغانی تاکید کردند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پس از گذاشتن کلیل گل بر منار یادبود احمد شاه مسعود از آغاز مذاکرات بین افغانی در روزهای نزدیک خبر داد. وی میگوید که هیئت مذاکراتی آنان آمده است و برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به زودی به قطر سفر خواهد کرد. سخنرانان مراسم خاصی که به مناسبت هفته شهید در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، هر یک به نوبه خود خواهان تامین صلح شد و تاکید کردند که جنگ جاری در کشور باید از طریق مذاکرات صلح به پایان برسد. شاید در روزهای نزدیک انشاءالله هیئت دو طرف با طالب ها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند. دی ویل تو دو د باندې دله لپاره مهمه خبره دا ده چې لاس تر یو کو د دې لپاره په مخ کې کڅوک باندې جوړي، کڅوک د دې لپاره ناشې خندونه چي دغه مخونه ولسی او ټول سره لاس یو کو. اشتراک کنندگان به هدف رسیدن به صلح تاکید کردند که پاکستان باید در پالیسی خود در رابطه با افغانستان تغییر بیاورد. اگر پاکستان در استراتژی خود تغییر نبیارد، هیچ وقت مشکل افغانستان حل نمیشه. هیچ تفریق را من در اینجا قبول ندارم و هیچ صفبندی را که مرا از دگاه متمایز کنه نمیپذیرم. بیاین با این اندیشه و فکر در کنار هم قرار بگیریم. عبدالله در حالی از آغاز مذاکرات بین الافغانی خبر می دهد که طالبان گفتند که تا هنوز پروسه رهایی زندانیان تکمیل نشده است. تبدیل
عبدالله عبدالله میگوید زمان فرا رسیده است که صفحه دشمنی با طالبان بسته شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه که به مناسبت تجلیل از هفته شهید سخنرانی میکرد گفت که آنان در افغانستان به هیچ کس به چشم دشمن نمیبینند، بلکه تنها دشمنان افغانستان آنان دشمنانی هستند که بقا و عزت افغانستان را نمیخواهند. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید که به طالبان به چشم دشمن میبیند، از جمهوریت نمیگذرد و هیچگاه از ارزش‌های ملی برای طالبان نخواهد گذشت. امرالله صالح همچنان میگوید که رئیس جمهور غنی در تمام گفتگوهای صلح بر اساس فکر و استراتژی احمد شاه مسعود پیش میرود و مذاکرات صلح را به همین اساس با طالبان به پیش میبرد. در پیام مارشال دوستم به این نشست گفته شده که به طالبان دست صلح میدهد و آماده صلح با آنان است. خیمه لوی جرگه شاهد مراسم تجلیل از هفته شهید بود. بیشتر سخنرانان این مراسم مقام‌های کنونی حکومتی و مجاهدین پیشین بودند که سخنرانی‌های آنان با واکنش‌های گوناگون اشتراک کنندگان این نشست روبرو شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور قبل از آن که به تریبیون سخنرانی برود، برخی اشتراک کنندگان مراسم بر ضد وی شعار دادند. یکی دو تا برادر صدا کردن که مرده باد. امرالله صالح پارسال یک 8 نفر آمده بود که ما را بکشن، نشد دیگه. حالا شما چرا با اونا هم صدا میکنید؟ معاون اول رئیس جمهور هنگام سخنرانی به این مراسم گفت که با گروه طالبان به چشم دشمن میبیند و هیچگاه در برابر خواسته های آنان از ارزش های ملی نخواهد گذشت. صالح جمهوریت را خط سرخ خواند و بر دفاع از آن تاکید کرد. در این مذاکرات با صلابت، با جرأت، با فصاحت، با هر دو زبان افغانستان، با پختو و با فارسی، با دخمن موگ پوی که او چیز موگ گشته نسیدی زیده ایتا ده سور کرخ نوم ناچوام. خودوی باید پوسوی چه جمهوریت ده سو کسان و نظام نده. صالح میگوید که فکر احمد شاه مسعود در تمام مذاکرات صلح استراتژی اصلی رئیس جمهور خواهد بود و اظهار داشت که مذاکرات صلح با طالبان بر همین بنیاد و پیش برده می شود. ما وقتی که به طرف صلح میریم، به طرف درشت سازی خط فکری احمد شاه مسعود میریم، نه به طرف کمرنگ سازی خط فکری از او. ایره مطمئن باشه. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنگام سخنرانی خود که ظاهراً اشارهش به اظهارات امرالله صالح بود گفت پس از این باید صفحه دشمنی با طالبان بسته شود. عبدالله میگوید دشمنان بقا و عزت افغانستان یگانه دشمنان آنانند. ما در داخل افغانستان کسی در دشمن خود نمیدانیم. ما دشمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم و به همین نسبت است که میگیم صفحه دشمنی با طالبان بسته شود. پیام مارشال عبدالرشید دوستم به این نشست از سوی سخنگوی وی ایراد شد. در این پیام گفته شده بود که به طالبان دست صلح میدهد و با آنان آماده صلح است. دیدگاه من در مورد گروه طالبان خیلی واضح است. دست صلح میدهم و جنگ را راه نجات کشور نمیدارم. ما بارها گفتیم طالبان یک بخش است که این کشور است. در کنار ملت افغانستان باید زندگی کنند. و ما نمیخواهیم بحث تسلیمی باشه. تسلیم شدن یک غیر منطقی است و هیچگاه طالبانی فکر نکند، هیچگاه طالبانی فکر نکند که افغانستان را باز هم امارتشان برقرار شد. به هیچ وجه افغانستان امارت برگشتنی نیست. هفته شهید در حال تجلیل می شود که افغان ها در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانی قرار دارند و انتظار می رود که این مذاکرات تا چند روز آینده در دوحه آغاز شود. هواداران احمد شاه مسعود با وجود هشدار نیروهای امنیتی مجهز با سلاح‌های گوناگون به جاده‌های شهر کابل برآمدند و فیرهای هوایی می‌کردند.
حامیان احمد شاه مسعود با وجود تدابیر امنیتی در شهر کابل با قطارهای بزرگ موترها بر جاده های کابل برآمده بودند. فیرهای هوایی کردند و آن فیصله ادارات امنیتی را به چالش کشیدند که جلو فیرهای هوایی را میگیرند و به هیچ کس اجازه اقدامات غیر قانونی را نمیدهند. برخی شهریان شهر کابل از این وضعیت ناراضند و میگویند که هفته شهید باید به فیرهای هوایی تجلیل نشود و به گونه‌ای تجلیل گردد که مردم شهر اذیت نشوند. معاون رئیس جمهور میگوید کسانی که نظم شهر را اخلال میکنند و فیرهای هوایی میکنند از جمله هواخواهان احمد شاه مسعود نیستند. در همین حال ادارات امنیتی میگویند که برخی از افراد را که در شهر کابل فیرهای هوایی کردند و نظم عامه را اخلال می نمودند گرفتار شدند. تجلیل هفته شهید در شهر کابل. شهر کابل روز سه‌شنبه چهره متفاوت را از آن خود کرده بود. هرچند برخی جاده های مرکزی شهر در برابر رفت و آمد مردم بسته شده بود، اما با آن هم صدها تن با کاروان های وسایط با جاده های شهر بیرون شده بودند. هواداران احمد شاه مسعود با وجود هشدار اداره های امنیتی فیرهای هوایی کردند و به این ترتیب تصامیم آنان را به چالش کشاندند. شمار شهریان کابل که از این وضعیت شدیدا ناراضند میگویند یاد شهدا به جای فیرهای هوایی و اخلال نظم عامه باید به گونه تجدید شود که سبب آزار و اذیت مردم نشود. آنان میگویند که کارنامه های جهاد مردم افغانستان محدود به یک شخص نیست. کوم کارونه چې ځینی ورونه د دغه ورځ هر کال تر سره کوي دا د یو بی اتفاقی لامل ګرځي د قومونو ترمنځ. برخی از هواداران احمد شاه مسعود نیز حامی فیرهای هوایی نیستند. آنان میگویند که در این روز باید در کنار دادن صدقه به روح شهدا دعا شود. باید از اینوی جوان ها اینوی بچه ها از علاقه زیاد از یاد مزایم مردم از یا باید از زیاد جلوگیری شوه، نباید کار کنند این بچه ها کارش از نسل امروز اگه هست یا باید از به یک رقم بسیار اصولی به یک رقم بسیار منظم باید نظم مراعات کنن، خلال به مردم نشن، جاده ها به مردم مزاحمت نکنن، فیرهای به جا امشال امروز بسیار مکدیدم کم است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید آنانی که نظم شهر را اخلال و فیرهای هوایی میکنند پیروی مکتب احمد شاه مسعود نیستند. در این حال رئیس شورای عالی مصالحه از کسانی که در این روز دست به آشوب میزنند خواست که امنیت شهر را اخلال نکنند. تاریخ 18 سنبله مصادف است به روز کشته شدن احمد شاه مسعود، اما با وجود توصیه ها و هشدارهای نیروهای امنیتی این روز هر سال با فیرهای هوایی و اخلال نظم عامه تجلیل می شود و هواداران احمد شاه مسعود با جاده های عمومی شهر بیرون می شوند. در این حال اداره های امنیتی می گویند که شمار از کسانی که دست به فیرهای هوایی می زدند و نظم عامه را اخلال می کردند گرفتار شده اند. آلیس ویلز معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که خط فرضی دیورند به سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. آلیس ویلز در صفحه تویترش نوشته است که چهره های ملی سیاسی افغانستان آگاهند که خط دیورند به سطح جهانی خط شناخته شده است و ادعای استرداد آن به مذاکرات صلح و روابط اقتصادی هر دو کشور زیان میرساند. اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور انتقاد میکنند که تمام مصارف ایجاد تاسیسات و نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند را آمریکا میپردازد و حکومت افغانستان در جریان است که ایالات متحده و پاکستان بر خط فرضی دیورند معامله کردند. آگاهان میگویند که خاموشی حکومت افغانستان در برابر ایجاد تاسیسات پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند نشان می‌دهد که بر این خط معامله شده است. چند روز قبل رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در مصاحبه با کابل نیوز گفت که حکومت افغانستان بر خط فرضی دیورند معامله کرده و در همین رابطه سه پیمان سری را با ISI امضا کرده است. پس از انتقادها در رابطه به خاموشی حکومت افغانستان در مورد ایجاد تاسیسات و نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند از سوی حکومت پاکستان، به تازگی مقامهای پیشین آمریکایی ادعا نمودند که دیورند خط پذیرفته شده به سطح جهان است.
الیس ویلز معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به یک‌نواشته امرالله صالح در رابطه با خط فرضی دیورند گفته است که چهره‌های سیاسی افغانستان آگاهند که دیورند به سطح جهان خط به رسمیت شناخته شده است و ادعای استرداد آن به مذاکرات صلح و روابط اقتصادی هر دو کشور زیان وارد خواهد کرد. سیاسون بهرمند از حیثیت ملی افغان می دانند که خط دیورند سرحد شناخته شده به سطح جهان است. دامن زدن به ادعاهای ملت پرستی و استرداد به مذاکرات صلح و روابط ارزنده اقتصادی هر دو کشور آسیب می رساند. مقام های امریکایی قبل از این نیز به گونه غیر مستقیم اظهارات مشابه در رابطه به خط فرضی دیورند کردند، اما این اولین بار است که مقام های پیشین وزارت امور خارجه امریکا این گونه اظهار نظر می کنند. اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور میگویند که خاموشی حکومت در برابر ایجاد تأسیسات اخیر و نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند از سوی نظامیان پاکستان به این معنی است که حکومت‌های آمریکا، پاکستان و افغانستان بر این خط معامله کردند. معامله تر سره سوی د آمریکا او د پاکستان او د افغانستان د حکومت د پنامو حکومت چې د دغه حکومت تر مابین باندې یو شی سوی دی، ځکه چې که نوی سوی نو د اغزن تار داسې خو نه تېرېده چې هلته دې ډامبر ورسره تېرېږي او هلته دې کلای ورسره جوړېږي. په مختلفو ولایتو کې چې موږ د پاکستان سره کرښه لرو، په بعضو ځایو کې پاکستان پوستې جوړې کړي دي، سیمخار یې تېر کړی دی. دا هغه څه دي چې په دې دلالت کوي چې حکومت به څه کړي وي، خو پر سر د دې هم دا د ولسونو کار دی. اعضای ولسی جرگه همچنان میگویند که مصارف نصب سیم خاردار و ایجاد تأسیسات بر خط فرضی دیورند از سوی آمریکا داده می شود و از آن حمایت می کند. آنان میگویند که در کنار آمریکا برخی کشورهای دیگر نیز از نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند حمایت می کنند و مصارف مالی آن را بر عهده گرفتند. آمریکا او افغانستان او برتانیا ترمنځ یا پاکستان حکومت دوی ترمنځ دغه مصرف ریکي او دوی پکې داخل دي. د ډرون د موضوع ته د دوی چپ خوله او د ډرون پر لین باندې دونه په چټکتا سره کار روان او دونه مضبوطه کار روان چې تل کندکونه جوړي پاکستانیان یا دروازې جوړي او یا محکمه کار کوي ډامبر سره جوړي. نو دا داسې معلومی چې یو حکیت مابین د حکومت د پاکستان د امریکا سره ده. مقام های پیشین آمریکایی در حال خط فرضی دیورند را به سطح جهان خط به رسمیت شناخته شده می خوانند که چند روز پیش رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در مصاحبه با کابل نیوز گفته بود که حکومت افغانستان بر خط فرضی دیورند معامله کرده است و به شمول بار در منیجمنت SOP چند قرارداد سری را با اداره ISI استخبارات پاکستان امضا کرده است. حکومت افغانستان تا اکنون در مورد این اظهارات معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است. طالبان مسلح بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند. مقامات محلی پنجشیر می‌گویند که ده‌ها جنگجوی طالبان صبح روز سه‌شنبه بالای برخی پوسته‌های امنیتی ولسوالی قلاتری، غلغله و برخی از مناطق دیگر ولسوالی آبشار حمله کردند و شماری از مردم محل را به گروگان گرفتند. اما طالبان ادعا می‌کنند که با حمله بر برخی از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی آبشار پنجشیر منطقه استراتژیک هفت‌آسیاب را تصرف کرده بودند و در کنار تلفات به سربازان امنیتی هفتن آنان را با خود بردند. آگاهان امور میگویند طالبان با حمله در ولایت پنجشیر تلاش میکنند تا به جهانیان نشان بدهند که در تمام ولایات افغانستان نفوذ دارند. پنجشیر از ولایات امن افغانستان یاد می شود، اما طالبان روز سه‌شنبه در ولسوالی آبشار این ولایت حمله کردند و درگیری میان طرفین تا چندین ساعت ادامه داشت. مسئولان محلی پنجشیر می گویند که ده‌ها جنگجوی طالبان صبح روز سه‌شنبه بر قلاتری، غلغله و برخی ساحات دیگر در ولسوالی آبشار این ولایت حمله کردند و شمار از باشندگان محل را گروگان گرفتند. مقام ها میگویند که پس از اقدام نیروهای امنیتی و بسیج مردم محل، جنگجویان طالبان فرار کردند. طالبان صبح امروز یک سلسله تحرکاتی را در منطقه قلاتری ولسوالی آبشار پنجشیر داشتند که در اثر فشارهای نیروهای امنیتی و بسیج مردم محل مجبور به فرار از ساحه شدند.
و اینها یک زخمی هم داشتن و فعلا هم نیروهای امنیتی و مردم محل در ساحه متحدانه و به گونه هماهنگ به خاطر سرکوب دشمن. ولسوالی افشار با ولایت نورستان هم سرحد است، اما طالبان ادعا نمودند که صبح روز سه شنبه در ولسوالی افشار بر چندین پسته نیروهای امنیتی حمله نمودند و برای چندین ساعت بر منطقه استراتژیک هفت آسیاب حاکمیت داشتند. در این حال آگاهان امور میگویند که طالبان با حمله بر ولایت پنجشیر تلاش میکنند تا به جهانیان نشان بدهند که آنان در همه ولایات افغانستان نفوذ دارند. پنجشیر د افغانستان د جغرافیه څخه وتلی ځای نه دی. طالبان په هر ځای کې اوس قوت لري، طاقت لري، په هر ولسوالۍ اوار ولایت کې چې زرو غواړي په هغه ولایت کې خپل عملیات کولی. طالبان گفتند که در نتیجه حمله در ولسوالۍ افشار پنجشیر بر چند سرباز امنیتی تلفات نیز وارد شده است و در کنار آن هفت سرباز را اسیر گرفتند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که گروه طالبان شب گذشته بر ولسوالی خاک جبار کابل نیز حمله کردند. در نتیجه اصابت مرمی هاون بر یک مدرسه در ولایت پکتیا 13 متعلم زخمی شده است. سخنگوی والی پکتیا میگوید که یک مرمی هاون طالبان بر مدرسه در قریه شاه محمود ولسوالی زازیاریو به ولایت پکتیا اصابت نموده و در نتیجه 13 متعلم این مدرسه که سن هر یک آن از 10 سال بالا نموده زخمی شدند. قماندان امنی پکتیا میگوید طالبان مسلمی خواستند که با این مرمی یک مرکز نظامی نیروهای امنیتی را هدف قرار دهند، اما این مرمی به جای آن بر یک مدرسه اصابت کرده است. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. با ادامه خبرها خوش آمدید. احتمال تشدید تنش میان هند و چین در کشمیر هند پابرجاست. یک بار دیگر میان هر دو کشور در شرق لداخ برخورد تازه شده است و حکومت چین ادعا کرده است که نظامیان هندی در این تقابل از اسلحه نیز استفاده کردند. بیجینگ میگوید که نیروهای هندی از توافق سرحدی سرکشی کردند و به خاک چین داخل شده و گزمه امنیتی آنان را مورد حمله قرار دادند. در ماه جولای گذشته در برخورد نظامیان سرحدی هر دو کشور 20 سرباز هندی کشته شده بود. وزیر امور خارجه هند با جواد ظریف همتای ایرانیش در تهران ملاقات کرده است. گفته می شود که در این دیدار هر دو طرف و شمول عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل بر مسائل مختلف دو جانبه منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه هند به هدف اشتراک در یک نشست وزیران امور خارجه سازمان شانگهای از تهران به مسکو سفر خواهد کرد. این سفر در حال است که دو روز پیش وزیر دفاع هند نیز هنگام برگشت از روسیه در یک سفر ناگهانی به تهران رفته بود و با امیر حاتمی همتای ایرانیش دیدار نموده بود. وزیران دفاع هند و ایران بر گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی هر دو کشور گفتگو کرده بودند. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت شبتان بخیر. خدا نگهدار.